آقای دکتر نیک وقت سلام، خسته نباشید. از پایگاه خبری بدنسازی پرس با شما تماس میگیرم. دو تا سوال داشتم از شما. اول اینکه تعداد شرکت کننده توی دسته 212 پوند چند نفر بودن و سطح مسابقات به چه شکل بود، و دوم اینکه با توجه به تصاویری که شما ارسال کردید و تو فضای مجازی دیدیم، احساس میشد که حریف روس چه از نظر چگالی و چه از نظر فرم بدنی در حد و قوارهای مرتضی مشایخ نبود. میخواستم نظر شما رو بپرسم، به نظر شما چرا مرتضی نایب قهرمان این مسابقات شد؟ سلام خدمت شما و خبرگزاری وزینتون. در دسته 212 پنج نفر کلن ثبت نام کرده بودن که یکی از ورزشکاران زودتر انصراف داده بود و چهار نفر وزن‌کشی کردن و در این مسابقه شرکت کردند که در دور مقدماتی همه با هم بررسی شدن و توی بررسی ها حتی بزرگانی مثل ریچ گسپاری، فلکس ویلر و دو سه نفر دیگه که توی مسابقات حضور داشتن اعلام کردن که 100% مرتضی مشایخ قهرمان این دوره و کوالیفاید میشه برای مس اولمپیا، ولی متاسفانه با رأی که اعلام کردن ما خودمون در واقع متعجب شدیم و نمیدونم چرا این نتیجه اعلام شد. و انشالله فردا من صحبتی با سردابر مسابقه خواهم داشت، نه بابت این مقوله که بخوام به رأی اعتراض کنم، ولی بابت این مقوله که بدونم مشکل از کجاست که به ورزشکار خودمون اعلام کنیم که بتونه اینو رفع کنه و بتونه در مسابقات بعدی نتیجه خودشو بگیره. مسابقه سنگینی بود. فرد روس در زمینه بررسی این مقوله که چرا این مدرسه ایشون، نه به نظر من که به عنوان بیننده نگاه میکردم که خب حداقل خودم هم یه تعدادی سکو حرفه‌ای دیدم، نه توانایی این داشت که بتونه در واقع استیج رو اداره کنه، نه توانایی این داشت که بتونه کاملا خودش رو شو کنه. و به نظر من حق مرتضی مشایخ بود که بتونه کوالیفاید بشه برای المپیک، ولی بالاخره رأی داوران این بود. برای من قابل احترامه، بهش احترام میذارم و آقای مشایخ مطمئنن در جایگاه مسابقه بعدی نتیجه بهتری کسب خواهد کرد و کوالیفاید خواهد شد برای مستر المپیک.